سلام سلام، از اوز سماره خدای خدایان. او ظاهرا هنوز جنجال سفر اخیر شاهزاده به دعوت سر ریچارد برانسون فروکش نکرده. هنوز دوستانی به این سفر اشاره می کنند و برخی از دوستان هم لطف کردند و نظر من رو در مورد این سفر خواستند. از من سوال کردند که نظر شما در مورد سفر رضا پهلوی به اون جزیره چیه؟ قانع شدی که در راستای انقلاب بوده یا فکر میکنی فرار رو به جلو بوده و گفته تا کسی نگفته چرا رفتی تفریح، بذار بگم با بزرگان دنیا هم فکری میکردیم و از این حرفا؟ چون سالها پیگیرت بودم و متعجبم از مواضع این روزهات، دوست دارم برداشتت رو بدونم. خب سپاس از اینکه نظر من رو خواستید. راستش بله، من قانع شدم که این در راستای انقلاب بوده. اما اگه بخوام در مورد این نظرم توضیح بدم، این که خب آنچه که مخالفان پهلوی مطرح میکنن اینه که شاهزاده رفته تفریح و عشق و حال، بعد میگه برای آینده ایران برنامه ریزی کردم. برخی عکس آقای حامد اسماعیلیون در گرد همای تورنتو رو نشون میدن که یعنی این داره برای مردم زحمت میکشه، نه تویی که رفتی خوشگذرانی لاکچری. من میخوام بگم دو دسته افراد به این سفر شاهزاده گیر دادند. یک دسته اونهایی که میگن چرا لاکچری هستی، چرا آدم ساده نیستی، که اینا همونهایی هستند که در نهایت خمینی و احمدی نژاد رو ترجیح میدند. اونا حتی تفریحات لاکچری رو ابتذال میدونند، درست مثل این حزب اللهیا که مثلا بیهجابی رو فحشا میدونند. اما اینها در همون تبلیغات فتنه 57 گیر کردند، معتقدند که کاخنشین که خبر از کوخنشین نداره و از این حرفا. برای همین معتقد هستند که رهبر مردم باید از میان مردم فقیر یا دست کم کارمند باشه. خب درسته که یک رهبر فقیر حال مردم فقیر رو درک میکنه، اما لزومن این نیست که او بتونه مردم رو از فقر نجات بده. تجربه به همه ما نشون داده که اون رهبران فقیر وقتی به قدرت میرسن فقط خودشون پولدار میشن و مردم رو فقیرتر میکنند. و از اون طرف یکی رهبر پولدار شاید حال مردم فقیر رو خوب درک نکنه، اما لزومن نیست که پس کاری هم برای مردم فقیر انجام نده. نه، دست کم اینه که مثل اون تازه به دوران رسیده ها به فکر پولدار کردن خودش نیست. او یکی از بامزه ترین تیکه ها به این دست از مخالفان عزیز این پست آقای بهنام امینی بود که میگه اینها فرزندان جنبش خزینه اند. جنبش خزینه اشاره به زمانیه که رضا شاه میخواست برای مردم حمام و دوش حموم بیاره. همین آخوندها مخالفت میکردند که مگه اون حوض خزینه چشه؟ همون کافیه دیگه. این قرتی بازی ها چیه؟ آب لوله کشی حرامه. اما یعنی همونایی که الان اعتراض میکنن که های تفریح لاکچری تو جزیره حرامه، ابتذاله، اینا فرزندان همونایی هستند که آب لوله کشی رو حرام کرده بودند. اگه در صفحه دفاع از رژیم کوفتی نیستید، این تفکر 57 که فقر زیباست رو و این تفکر بی خود که تفریح و شادی ابتذال و فساد هست رو اینا رو از ذهنتون دور بندازید. اما دسته دوم اونهایی هستن که میگن اسم تفریح کردن رو نگذار تلاش برای مردم ایران. حتی یکی از دوستان نوشته که اگه اینطوریه خب پس ما هم در مهمونی آخر هفته با رفقا دنبال راه حل‌های پایدار و بلند مدت برای چالش‌های کشورمان ایران بودیم، البته نه در جزیره، در همین حیات پشتی خونمون. جالب بود که یکی هم سرچ کرده بود دیدار از جزیره خصوصی تور تفریحی داره. اگه پولدار باشی و پول درست حسابی خرج کنی ها، میتونی در مهمونی شرکت کنی. یعنی خواسته بگه که شاهزاده اصلا در جلسه ای نبوده، پول داده در یک تور تفریحی لاکچری شرکت کرده، رفته عشق و حال، حالا میگه جلسه و تبادل نظر. او دیگه تبادل نظر کجا بوده؟ اولا این سفر شاهزاده بعد از تاریخ اون تور عمومی تفریحیه. اونا برای اون تور تفریحی پول میدن تا با امکانات با صفای جزیره حال کنند، اما دیگه اونا مهمان سر ریچارد برانسون نیستن که.
علاوه بر اون تورهای عمومی تفریحی در جزیره نکر، جناب سر ریچارد از یه سری مهمانهای ویژه هم دعوت میکنه که در جزیره خصوصی او صفا کنند. ازشون هم پول نمیگیره، مهمانش هستند. داخل باراک اوباما و نلسون ماندلا و اینا هیچ کدوم تور ثبت نام نکردند. خب شاهزاده در اون پیام توییتری خودشون در مورد این سفر گفتند که مردم ما نیز باید این را بدانند، گفتگوها و جلسات ما شامل حوزه‌های مختلفی از جمله بخش انرژی و فناوری تا سرمایه‌گذاری تأثیرگذار و حوزه مالی و بانکی را شامل شد. هر کدام از اینها میتواند میلیون‌ها ایرانی را به کار بگیرد تا به بازسازی ایران کمک کنند. اما خب مردم عکس‌ها رو می‌بینن توی استخر و شراب به دست و بعد دیگه باورشون نمیشه که بخش انرژی و فناوری تا سرمایه گذاری و فلان. خب براشون سخته که باور کنند. اما من میخوام این نکته رو بگم که آقا جون، فرهنگ سرمایه داران غربی با ما مردم عادی فرق میکنه. ما وقتی میریم تفریح سعی میکنیم تمام مشکلات خودمون رو فراموش کنیم و فقط تفریح کنیم، و اگه میخواییم تصمیم جدی بگیریم در یک قرار، در یک جلسه پشت میز میشینیم و جدی بحث میکنیم تا به نتیجه برسیم. اما پولدارا اینجوری نیستند. بزرگترین تصمیم گیری های پولدارا در زمین گلف و لب استخر و توی قایق تفریحی به سر انجام میرسه. توی همون خوشگذرانی ها هست که شرکت های بزرگ خریداری میشن، سرمایه گذاری های جدی صورت میگیرند و خلاصه پول ها به پولشون اضافه میشه. بعد آخر سر هم تصمیم گیران دنیای سیاست هم جزی از همون سرمایه داران هستند. این نیست که سرمایه گذاری اونها ربطی به دنیای سیاست نداشته باشه، نه. در سیاست خیلی فرق میکنه که غربی ها فکر کنند که بعد از این رژیم ایران یک تندروی مذهبی دیگه روی کار میاد یا یک فضای امن سرمایه گذاری ایجاد میشه. و شاهزاده میتونه این حس امنیت رو برای سرمایه گذاران ایجاد کنه. او در اون جزیره خوشگذرانی سرمایه گذاران مهمی حضور داشتند، از جمله این جناب برایان لیم که در استرالیا شرکت ساخت ماهواره‌های فضایی رو داره. او در توییتر خودش پست فارسی شاهزاده رضا پهلوی رو ریتوییت کرده و در یک توییت خودش نوشته که گفتگو با ولیعهد ایران رضا پهلوی باعث افتخار بود و اینکه ما بحث عالی در مورد چگونگی ساختن آینده دموکراتیک برای ایران داشتیم. او شاهزاده احمدی نژاد نیست که ادای اونجوری در بیاره و مردم فریبی کنه، اما در دنیا شاهزاده اونقدر اعتبار داره که میتونه به سرمایه گذاری در ایران برای پس از این رژیم اعتبار و به دنیا اطمینان بده و اینا در همین تفریحات لوکس و لاکچری حاصل میشه. بدرود دوستان.